لحظه تزریق اولین واکسن کرونا در ایران. در حضور وزیر بهداشت این کشور، واکسن روسیه اسپوتنیک وی به فرزندش تزریق می شود. اقدامی که خود او می گوید برای اطمینان بخشی است. ما آغازگر باشیم برای اعتماد. رئیس جمهوری ایران هم برای تزریق واکسن اعلام آمادگی کرد. خود من آمادم اولین فردی باشم که این واکسن رو تزریق به بدن من بشه، برای اینکه مردم ما بدونن اگر ما چیزی رو اعلام میکنیم بهش ایمان داریم. بعد از پسر آقای نمکی، نوبت به کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها رسید، کسانی که در صدر فهرست اولویت‌ها هستند. غیر از تهران، واکسیناسیون در شهرهای دیگر هم شروع شده، از جمله در عراق، کرمانشاه و اینجا در قم. ایران امروز به حدود 3000 نفر واکسن کرونا تزریق کرد. یکی از مسئولان واکسیناسیون در آذربایجان غربی میگوید بین تزریق دوز اول و دوز دوم واکسن 21 روز فاصله است. 870 دوز رو برای در واقع 435 نفر امروز آغاز کردیم که هم در استان در آذربایجان غربی اتفاق خواهد افتاد. دوز اول رو بعد از اینکه زدیم، دوز دوم بعد از 21 روز اتفاق خواهد افتاد. قرار است ایران غیر از روسیه از منابع دیگر هم واکسن تهیه کند، از جمله واکسن آسترازنکای آکسفورد از کره جنوبی، واکسنی که فرمول ساختش در بریتانیا تهیه شده. آیت الله خامنه‌ای پیشتر ورود واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرده بود. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، اما گفته آسترازنکا علاوه بر بریتانیا در بلژیک، روسیه، هند و کره جنوبی هم تولید می‌شود. گفته ایران از طریق سبد کوواکس بیش از 4 میلیون دوز از کره جنوبی در هفته‌های آینده وارد می‌کند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا وعده داد تا پایان سال آینده همه در ایران واکسینه شوند. شما به هیچ وجه دنیا سال 2021 یا سال 1400 ما واکسیناسیونشو تموم نخواهد کرد. ولی ما قطعاً سال 1400 همه مردممون گروه هدف واکسن خواهیم زد. گروه هدف؟ بله، یعنی همون که زنجیره رو قطع کنیم، یعنی 50 میلیون 40 میلیون هر تعدادی باشه. بعد از کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها، اولویت دریافت واکسن با کادر درمان است و بعد خانه‌های سالمندان و افراد بالای 65 سال. اما مشخص نیست مهاجران افغانی که دهه‌ها در ایران زندگی کردند و سالمند هستند، یا در ایران به دنیا آمدند اما شناسنامه ایرانی به آنها تعلق نمی‌گیرد، در اولویت‌ها قرار می‌گیرند یا اصلاً واکسنی گیرشان می‌آید. پرهام قبادی، بی بی سی.